سومین اجلاس حمایت نمایندگان پارلمان انگلستان از لیام مردم ایران. بیانیه مشترک 206 تن از اعضای مجلس عوام و اعیان. 23 آذر 1401 قسمت آخر. جلسات اول و دوم در 25 مهر و 3 آذر با حضور و سخنان خانم مریم رجوی از طریق ویدیو کنفرانس برگزار شد. به مسئولیت سران رژیم ایران پایان دهید. در کنار قیام ایران بایستید. سخنرانی های لورد دالاکیا، باب بلکمن، جیم شنان و تاهر بومدرا. باب بلکمن: وقتی ایرانیان شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر می دهند، نشانه این است که آنها از دیکتاتوری به سطوح آمده اند. لورد دالاکیا: بهترین راه برای جلوگیری از یک قتل عام دیگر، حسابرسی بین المللی از سران رژیم ایران، به رسمیت شناختن جنبش اصلی مقاومت ایران و خانم رجوی به عنوان آلترناتیو دموکراتیک رژیم است. جیم شنان: ما باید در تلاش برای حسابرسی از رژیم آخوندها و حمایت از مردم و مقاومت ایران به رهبری خانم رجوی پرتوان بایستیم. طاهر بومدرا: کشورهای جهان باید سپاه پاسداران را به عنوان یک سازمان تروریستی لیست گذاری کنند و تحریم‌های مؤثری را علیه این رژیم مستبد اعمال کنند. با بلکمن، نماینده پارلمان انگلستان و رئیس کمیته بین‌المللی نمایندگان برای یک ایران دموکراتیک، طی سخنانش در کنفرانس پارلمان انگلستان گفت: بسیار مفتخرم که همراه با لورد دالاکیا و دیگران به صورت فراحزبی از یک ایران آزاد و دموکراتیک حمایت می‌کنیم. این چیزی است که همه ما خواهان تحقق آن هستیم. این حمایت مبنای فراحزبی دارد و اتحاد را بسیار قوی‌تر می‌کند. همه ما از شجاعت و شهامت زنان ایران شگفت‌زده شده‌ایم. ایستادگی در برابر رژیم آخوندها، به خطر انداختن جان خود و به خطر انداختن آزادی خود، یک دستاورد فوق‌العاده است. با این حال در اینجا یک نگرانی وجود دارد. موضع رژیم ایران این است که آنها در هیچ چیز متوقف نخواهند شد. آنها ظالم هستند. آنها مصممند تا اطمینان حاصل کنند که اراده آنها بر مردم شجاع ایران تحمیل می شود. وقتی شعارهای مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه ای را می شنوید، دیگر نیازی به توضیح نیست. But when you hear the slogans of down with the oppressors, be it the Shah or the Mullahs, down with the dictator, down with Khomeini, these are self-explanatory. Iranians are fed up with the dictatorship that they've suffered for many a year. ایرانیان از دیکتاتوری که سالها تحت آن رنج میبرند به سطوح آمدند. آنها میخواهند از حقوق و آزادی‌های اساسی برخوردار شوند که ما در این کشور برایمان عزیز است. با وجود سرکوب، کشتار، قتل و شکنجه، رژیم قادر به سرکوب مردم ایران نیست و این چیزی است که همه ما میتوانیم به آن امیدوار باشیم. اما دلیل اینکه مردم مصمم به پس گرفتن آن کشور و داشتن یک آلترناتیو دموکراتیک در مقابل دیکتاتوری مذهبی هستند، مقاومت سازمان یافته در شورای ملی مقاومت است که هم منافع دموکراتیک و هم آرمان‌های دموکراتیک را نه تنها در ایران بلکه در سطح بین‌المللی نمایندگی می‌کند. این یکی از دلایلی است که به خاطر آن من بسیار مشتاق حمایت از آنها هستم. همانطور که در بیانیه خودمان اشاره کرده ایم و به طور مرتب این را میگوییم، رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت خانم رجوی یک برنامه دموکراتیک 10 ماده‌ای دارد که یک پلتفرم عملی برای آینده ایران است. این برنامه نه تنها شایسته حمایت انگلستان است،
بلکه شایان حمایت همه متحدان بین المللی ماست. The NCRI president-elect, Madam Rajavi, has a 10-point democratic plan, which was a sensible platform for the future of Iran that deserves support not only by the UK, but across all international allies. Bob Blackman افزود، شورای ملی مقامات در پارلمان‌های انگلستان، ایالات متحده و مجالس مختلف اروپایی از حمایت گسترده‌ای برخوردار است. این نشان می‌دهد که اراده بزرگی برای دستیابی به این هدف وجود دارد. باید به صراحت گفت که دلیل وحشت حکومت تهران از خانم رجوی و شورای ملی مقاومت نیز همین است. آنها از مبالغ هنگفتی برای بدنام کردن و اهریمن‌سازی از جنبش مقاومت ایران و نمایندگان پارلمان که از آنها حمایت می‌کنند استفاده می‌کنند، همراه با تروریسم و کشتار برای از بین بردن مقاومت طرفداران دموکراسی. اخیراً تعدادی از نمایندگان مجلس در همین پارلمان توسط رژیم ایران تحریم شدند. من یکی از آنها هستم. همکاران دیگری نیز در آن لیست قرار گرفتند، ولی ما سر خم نخواهیم کرد. ما تسلیم ظلم و تروریسمی که توسط سپاه و رژیم ایران در این کشور تحمیل شده است نخواهیم شد. ما حملات موشکی به اشرف در عراق را به دستور آخوندها به یاد داریم. ما قتل عام سال 1367 را به یاد داریم که در آن بیش از 30,000 زندانی سیاسی به قتل رسیدند. ما توطئه تروریستی خونسا شده علیه گرد همایی ایران آزاد را در پاریس در سال 2018 به یاد می آوریم، جایی که بسیاری از ما حضور داشتیم، متیو فورد، من، ترزا ویلیرز و دیگران و البته دیوید ایمس که با تأسف بسیار دیگر در میان ما نیست. اگر آن توطئه تروریستی موفق بشد، ما و بسیاری از سیاستمداران و نظامیان برجسته دیگر از ایالات متحده اکنون اینجا نبودیم. Had that terrorist plot succeeded, we wouldn't be here now. And nor would many other prominent politicians and military people from the United States. با بلکمن در ادامه سخنان خود در کنفرانس انگلستان گفت: من یکی از نمایندگان پارلمان بودم که به دلیل حمایت از خانم رجوی و شورای ملی مقاومت هدف قرار گرفتند. باید به خاطر داشته باشیم که این یک دیپلمات تروریست بود که این بمب را در بسته‌های دیپلماتیک از ایران به بلژیک قاچاق کرد. بنابراین من از تصمیم اخیر دادگاه قانون اساسی بلژیک مبنی بر تعلیق آزادی و انتقال وی به ایران بر اساس قرارداد انتقال زندانیان توسط دولت بلژیک با حکومت تهران استقبال کردم. او اکنون در حال گذراندن 20 سال زندان است. این احتمالاً مدت کوتاهی برای فعالیت‌های تروریستی انجام شده است. با تمام این اعمال و سخنان، رژیم به ما آلترناتیوی را نشان می‌دهد که ما باید برای قیام ایران از آن حمایت کنیم، یعنی شورای ملی مقاومت و خانم رجوی. و به همین دلیل بیانیه امروز ما بسیار مهم است تا مردم ایران و دولت انگلستان و جامعه بین‌المللی مواضع ما را بشنوند. Another important point, obviously, at this time in Iran's history is the recognition of the Iranian people's right to defend themselves against the terrorist IRGC and the murderous security forces. ما در رویکرد خود ثابت قدم بودیم و همچنان در رویکرد خود ثابت قدم خواهیم بود. ما اکنون نه تنها در دولت انگلستان بلکه در سراسر جهان آزاد به دولت‌هایی نیاز داریم که واقعاً آنچه را که می‌گوییم تایید کنند. نکته مهم دیگری که در این برهه از تاریخ ایران می‌گوییم به رسمیت شناختن حق مردم ایران برای دفاع از خود در برابر سپاه تروریستی و نیروهای امنیتی قاتل است. اگر ما در انگلستان حق مردم اوکراین را برای دفاع از خود به رسمیت می‌شناسیم و از آن حمایت می‌کنیم، چرا مردم ایران از همان حق برخوردار نیستند؟ آن هم با توجه به اینکه سرکوب خشونت‌آمیز رژیم چیزی جز اعلام جنگ علیه کسانی که به دنبال یک ایران آزاد و دموکراتیک هستند نیست. ما که کاملاً از حق از مردم شجاع اوکراین دفاع می‌کنیم، باید از مردم شجاع ایران نیز دفاع کنیم. We quite rightly stand up for the brave people of Ukraine in their fight against the illegal invasion by Russia. We must stand up as well for the brave people of Iran.
نماینده پارلمان انگلستان باب بلکمن به بیانیه مشترک فراحزبی اشاره کرد و گفت امروز بیش از 200 همکار فراحزبی نام خود را بر روی این بیانیه گذاشتند. ما از دولت انگلستان و جامعه بین المللی می خواهیم که حق مردم ایران را برای دفاع از خود به رسمیت بشناسند. من طرحی را در روز پنجشنبه 12 ژانویه پیشنهاد می کنم. در آن طرح از دولت می خواهم که سپاه را به طور کامل در لیست تروریستی قرار دهد و من پیش بینی می کنم که این دیدگاه غالب در پارلمان انگلستان خواهد بود. به این معنی که در آن صورت ما فشار را افزایش خواهیم داد. سپاه پاسداران همان سازمان مادر دیگر سازمان‌های تروریستی است. یک سازمان مخرب است. باید به طور کامل ممنوع شود. تمام دارایی‌های آن باید مصادره شود و به نفع مردم ایران استفاده شود. The IRGC is the organization, a pernicious organization. As far as I'm concerned, it should be proscribed in its entirety. All its assets should be sequestrated and used for the benefit of the people of Iran. بنابراین من امیدوارم که بتوانیم دولت را به حکمت راه خود متقاعد کنیم. من به طور مداوم از وزرا سوال می‌کنم و همیشه با این جمله تمام می‌کنم که سپاه چه کار دیگری باید بکند تا ما آنها را لیست گذاری کنیم. زیرا واقعیت این است که آنها بسیار فراتر از اقداماتی رفتند که دیگر سازمان‌های تروریستی انجام داده‌اند و به خاطر آن ممنوع شدند. با توجه به حوادثی که در ایران رخ می‌دهد، موضوع مسئولیت از مجازات باید در سال آینده مورد توجه دولت ما باشد. رژیم در حال برنامه‌ریزی یک قتل عام دیگر تحت اتهامات مضحک جنگ با خدا، این بار علیه معترضان است. من از موضع دولت در پاسخگویی به رژیم و تمام اقداماتی که تاکنون در حمایت از معترضان در ایران انجام داده است استقبال می‌کنیم. اما پایان دادن به مسئولیت از مجازات باید در سال آینده اولویت اصلی دولت ما باشد و این آن را ملزم می‌کند که به وعده پاسخگو کردن رژیم برای جلوگیری از کشتار دیگری در زندان‌های ایران عمل کند. But ending impunity must be a top priority next year for our government, and it requires it to deliver on the promise of holding the regime to account to prevent another massacre in Iranian prisons. So, ladies and gentlemen, let us join together and say, by this time next year, not only you, Lord Dulacre, but all of us will be entering a free Tehran. لورد دالاکیا معاون رهبر لیبرال دموکرات ها در مجلس اعیان انگلستان در کنفرانس پارلمانی در لندن گفت آرمان مردم ایران آنقدر در ذهنم بزرگ است که قرار نیست در چنین جلساتی حضور پیدا نکنم. آیا می توانم بگویم که چقدر از اینکه با شما هستم و شما را می بینم سپاسگزارم؟ از زمانی که من در کمیته انگلستان برای آزادی ایران مشغول شدم راه زیادی را طی کردیم. آزادی این سازمان توسط دوست ما لورد رابین کوربت ایجاد شد. برخی از شما او را به یاد دارید. او نه تنها قهرمان حقوق بشر در ایران شد، بلکه قهرمان بزرگ حقوق بشر در انگلستان نیز بود. یکی دیگر از دوستان بسیار نزدیک من، دیوید ایمس، نماینده مجلس بود، مدافع و مروج آرمان حقوق بشر، آزادی و دموکراسی. از همان ابتدا، کمیته تأکید کرد که امید بستن به اعتدال از درون رژیم ایران نادرست بود، مخصوصاً وقتی به حقایقی در مورد 30,000 تن از اعدام شدگان و اعدام‌ها در ملأ عام نگاه می‌کنیم. من ویدیوهایی را در این اتاق دیدم، که در آن افراد با جرثقال به دار آویخته شدند. چه کسی پرونده افرادی را که به دار آویخته می شوند دنبال می کند؟ چرا به دار آویخته می شوند؟ ما باید به دادگاه کیفری بین المللی برویم و عاملان این کار را به دست عدالت بسپاریم، چه در قدرت باشند و چه نباشند. برخی از سخنرانان پیشتر گفته بودند که دولت باید توصیه کمیته انگلستان برای آزادی ایران را که در بیانیه بیش از 200 نماینده پارلمان انگلستان حمایت می شود اجرا کند. بیشترین تعداد نمایندگان مجلس با این جنبش مرتبط است. این امر به ویژه در رابطه با موضوع حسابرسی و عدالت اهمیت دارد. The highest number of speaker parliamentarians associating with this particular movement.
This is particularly important in regards to the issue of accountability and justice. Reports from Iran. لورد دالکی افزود گزارش‌ها از ایران حاکی از آن است که رژیم تهران برنامه‌ای برای توقف کشتار معترضان ندارد. به کاری که در اشرف انجام دادن نگاه کنید، ما در برابر این نوع وحشیگری علیه مردم مقاومت می‌کنیم. خامنه‌ای یک قاتل دست جمعی بدنام مانند رئیسی را برای ریاست جمهوری انتخاب کرده است. او به خاطر نقش فعالش در قتل عام 30,000 زندانی سیاسی از اپوزیسیون اصلی ایران در سال 1367 شناخته می شود. او کاری به دموکراسی و حقوق بشر ندارد. تمرکز باید بر جلوگیری از یک قتل عام دیگر در زندان‌های ایران باشد، زیرا رژیم در مواجهه با مخالفت‌ها و خیزش‌های مردمی فزاینده درمانده‌تر می‌شود. بهترین راه برای انجام این کار حسابرسی بین‌المللی از سران رژیم و به رسمیت شناختن جنبش اصلی مقاومت ایران و خانم رجوی به عنوان آلترناتیو دموکراتیک رژیم فعلی است. این سیاست درستی است. من از آن حمایت خواهم کرد. رابین کوربت فقید همیشه می گفت ایران آزاد خواهد شد و من خوشحالم. این همان چیزی است که منتظرش بودم و من قبلا به ایران ناآرام و جنبش مقاومت قول داده ام روزی که به آزادی برسند یکی از اولین کسانی خواهم بود که وارد ایران می شوم و برای موفقیت و شکوفایی آن کشور خاص دعا خواهم کرد. That is what I was waiting for. And I've already made a promise to the Iranian resistance movement. The day you receive your freedom, I'll be one of the first one to walk into Iran and sort of pray for the success and prosperity of that particular country. So thank you very much for listening to me all this time. در ادامه کنفرانس در پارلمان انگلستان، جیم شانون از دیگر نمایندگان این پارلمان به سخنرانی پرداخت و گفت ایران همیشه در قلب ما جای داشته است. بنابراین من واقعاً برایم مایه خوشبختی است که با شما باشم. در این سالن ما دوستان و همکاران بسیاری داریم که طی سالها با آنها کار کرده ایم. مایه خرسندی و افتخار من است که در اینجا حمایت خود را از مردم ایران اعلام کنم. ما روزانه برای آزادی آنها دعا می کنیم. در آستانه میلاد مسیح، فکر و دعاهای ما با خانواده ها و مادران است که فرزندانشان در طول 3 ماه تظاهرات در ایران توسط رژیم کشته شدند. همچنین می‌خواهم به شدت اعمال رژیم ایران را محکوم کنم. از شنیدن شعارهای داده شده در سراسر ایران دلگرم شدم که در آن می‌گویند مردم برادر و متحدند و مقاومت در برابر رژیم و مبارزه برای یک ایران آزاد و دموکراتیک ادامه دارد. ما نمی‌توانیم اجازه بدهیم رژیم و سران و مقامات آن از عدالت بگریزند. من به دنبال عدالت برای همه کسانی هستم که فجیع‌ترین جنایات را بدون پاسخگویی انجام دادند. ماشین کشتار رژیم همچنان ادامه خواهد داشت، همانطور که بارها و بارها در 4 دهه گذشته شاهدش بوده‌ایم. بنابراین من می‌خواهم بر لزوم ارجاع پرونده رژیم و بسیاری از موارد نقض حقوق بشر آن به شورای امنیت سازمان ملل متحد برای پیگرد قانونی تاکید کنم. ما باید این کار را انجام بدهیم و دولت ما باید از ما حمایت کند. I want to stress on the need to refer the regime and its many human rights violations to the UN Security Council for prosecution. We need to do that and our government needs to support us and I know they will when it comes to making sure that that happens. جیم شانون در ادامه سخنرانی خود گفت دولت ما باید اطمینان حاصل کند که کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر به واقع جدی باشد. ما فقط به دنبال حرف زدن نیستیم بلکه عمل می‌خواهیم. پس بیایید اقداماتی را انجام بدهیم تا مطمئن شویم که از دست متحدان رژیم در سازمان ملل خسته نمی‌شویم. بنابراین ما باید در تلاش خود برای حسابرسی از رژیم و استفاده از هر فرصتی برای ابراز حمایت از مردم ایران و مقاومت به رهبری خانم رجوی پرتوان بایستیم. این کاری است که من انجام می‌دهم، همانطور که بسیاری از نمایندگان پارلمان از همه احزاب در سراسر پارلمان انجام می‌دهند. به همین دلیل است که حزب من، حزب متحد دموکراتیک، تا زمانی که مردم ایران از یک ایران آزاد و دموکراتیک برخوردار شوند
از پای نخواهد نشست. من هم مشتاقانه در انتظار چنین روزی هستم. من به نماز خیلی معتقدم. معتقدم با دعا می توانیم کوه ها را جابجا کنیم. و من فکر می کنم این رژیم غیرقانونی در ایران باید به پایان برسد. پس من هر روز برای آن دعا می کنم. من معتقدم که هدف من پاسخش را خواهد گرفت. I also I'm a great believer in prayer. You know that. I believe with prayer we can move mountains, and I think the mountain of that illegal, ungodlike regime in Iran must come to an end. So I pray for that every day. I pray for righteous judgment and righteous anger, and I believe that our God will answer that. So can I also, in the theme of Christmas, after saying that, wish you all a very, very merry Christmas, and thank you for listening to me. Thank you. در کنفرانس پارلمانی انگلستان، طاهر بومدرا، بنیاد عدالت برای قربانیان قتل عام 67 در سخنرانیش گفت واقعیت این است که رژیم ایران نه تنها از قتل عام 30,000 زندانی سیاسی در سال 1367 گریخت، بلکه کشتار همچنان ادامه دارد. در آبان 98، 1500 تظاهر کننده کشته شدند و امروز ما در بحبوحه یک قتل عام دیگر هستیم که در حال انجام است. من می‌خواهم از رهبران جهان دموکراتیک و جامعه بین‌المللی درخواست کنم که ما نیاز به اقدام فوری داریم. لازم نیست منتظر باشیم تا سازمان ملل این تغییر را ایجاد کند. تغییراتی که ده‌ها سال طول می‌کشد. ما واقعاً باید زندگی مردم را نجات بدهیم. الان که ما مشغول صحبت هستیم، زندگی مردم در حال از دست رفتن است. بنابراین ما به این اقدام فوری نیاز داریم. چه کسی می تواند اقدام فوری انجام دهد؟ در واقع این کشورهای عضو جامعه بین المللی هستند که این توان و قدرت حاکمیتی را دارند که ابتدا سپاه پاسداران را به عنوان یک سازمان تروریستی لیست گذاری کنند و همچنین تحریم‌های مؤثری را علیه این رژیم مستبد اعمال کنند. پس بیایید به این تغییرات دراز مدت تکیه نکنیم که به طور مؤثر روزی باعث سقوط رژیم شود. از جانب بنیاد عدالت برای قربانیان قتل عام 67 میگویم که نمیتوان منتظر از دست رفتن جانهای بیشتری بود. ما باید اقدام فوری انجام بدهیم. And on behalf of the JVMI to say that we cannot wait for more lives to be wasted. We need to take urgent action and thank you very much. آزاده ضابطی رئیس کانون وکلای ایرانی مقیم انگلستان پس از اشاره به لیست مسخره تحریم‌های رژیم علیه اعضای پارلمان انگلستان به خاطر حمایت از مردم و مقاومت ایران گفت از زمان ضرب و شتم وحشیانه تا سرحد مرگ مهسا امینی توسط گشت بدنام ارشاد مردم ایران سه ماه است که در هر استانی در طول و عرض مملکتمان به خیابان‌ها، روستاها، شهرها سرازیر شده و در زیر یک پرچم و یک چتر متحد شدند و آن خواست تغییر رژیم است. آن تغییر رژیم در تمامیت آن است. البته این انقلابی است که توسط زنان رهبری می شود. اما آنطور که بسیاری در غرب می خواهند شما با آن باور داشته باشید، صرفاً مسئله حجاب اجباری نیست. زنان ایران به خوبی می دانند که لغو حجاب اجباری فقط یک جنبه از خواسته های مردم ایران است. اما در واقع آنچه مردم ایران می‌خواهند یک جمهوری دموکراتیک و مبتنی بر جدایی دین و دولت و کشوری است که در آن آزادی‌های اساسی و حقوق بشر همه ایرانیان نه تنها رعایت شود بلکه طبق قانون فارغ از جنسیت، نژاد، مذهب، تفاوت‌های قومی یا زبانی تضمین گردد. آنچه ما می‌خواهیم ببینیم اقدامات مشخص و قاطعانه است که توسط دولت انگلستان باید صورت بگیرد. And a country in which the fundamental freedoms and human rights of all Iranians are not only respected but are guaranteed under the law, irrespective of one's gender, race, religion, ethnic or linguistic differences. And we all of us know all too well that that can only be achieved by regime change. آزاده ضابطی رئیس کانون وکلای ایرانی مقیم انگلستان افزود
از منظر جامعه بین المللی ما باید شورای امنیت و اتحادیه اروپا را تشویق کنیم تا اقداماتی را برای کمک به مردم ایران در مبارزهشان برای عدالت و آزادی انجام دهند. اول دیپلمات‌های رژیم ایران و خانواده‌هایشان را اخراج کنید و مطمئن شوید که اجازه ندهیم که عوامل رژیم ایران پناهگاهی امن در اینجا داشته باشند. دوم اینکه رژیم ایران را از کرسی خود در سازمان ملل اخراج کنید. این حقیقت که نه تنها رژیم ایران در سازمان ملل نباید حضور می‌داشت، بلکه حضورش در کمیته‌های سازمان ملل متحد از جمله کمیته حقوق زنان، توهین به مردم ایران و همچنین لکه ننگی بر حیثیت سازمان ملل است. نه تنها می‌خواهم سپاه پاسداران ایران را در لیست سازمان‌های تروریستی گنجانده شود، بلکه می‌خواهیم که وزارت اطلاعات و امنیت رژیم ایران نیز به این فهرست اضافه گردد. و در نهایت من از هر کس که تا به حال این کار را نکرده است می‌خواهم طرح 10 ماده خانم رجوی برای ایران آینده را بخواند که به شما نشان می‌دهد یک ایران آزاد، دموکراتیک و مبتنی بر جدایی دین از دولت چگونه بوده و چه میتواند باشد. And finally, I would invite and implore anyone who hasn't done so to read Madam Rajavi's 10-point plan for a future Iran, which will give you an indication of what a free, a democratic and a secular Iran can and will look like. Thank you so much, Matthew. نکتا شریفی از انجمن جوانان مقیم انگلستان گفت: با تشکر از کمیته بریتانیا برای آزادی ایران برای سازماندهی رویداد امروز و همچنین شورای ملی معاونت ایران و رئیس جمهور منتخب خانم مریم رجوی، من معتقدم طرح 10 ماده خانم رجوی بعد از سرنگونی رژیم زنستیز باعث ثبات کشور خواهد شد. من نیکتا هستم و 3 سال پیش با خانواده ام از ایران فرار کردیم. همسالان من که هنوز در ایران زندگی می‌کنند، نگران زندگی و آزادی خود هستند. نیکا کرمی که یک هنرمند بود، در سن 16 سالگی کشته شد. او به جای اینکه به کار هنری فکر کند، برای یک هفته ناپدید شد و پس از شکنجه شدید، جسد او در مکانی دورافتاده پیدا شد. سارینا اسماعیل‌زاده هم 16 ساله بود. او به همان مدرسه‌ای رفت که من قبل از ترک ایران می‌رفتم. او هم مثل من می‌نوشت. اما چیزی که من را از او متمایز می‌کند این است که من امروز اینجا هستم و برای شما سخنرانی می‌کنم، اما او پس از تلاش برای حفظ جان خود در خیابان‌های ایران و پس از اصابت باتوم در جریان اعتراض جان خودش را از دست داد. اسرا پناهی شناگر حرفه‌ای نیز در سن 15 سالگی پس از جراحات شدید و خونریزی داخلی در بیمارستان جان باخت، زیرا از شرکت در مراسم رژیم برای خواندن سرود در مدح خامنه‌ای خودداری کرده بود. در حال حاضر کانون‌های شورشی اعتراضات در خیابان‌های ایران را رهبری می‌کنند. شاید مقاله مترو را خوانده باشید که درباره رها، دختر 18 ساله‌ای که به طور فعال تظاهرات در خیابان‌های ایران را رهبری می‌کرد، صحبت می‌کند. Thanks to the British Committee for Iran Freedom for organizing this event today and thank you for all your support for the Iranian people. Thank you also to the National Council Resistance of Iran and the President-elect Mrs. Maryam Rajavi. در ادامه سخنرانی‌های لندن، منیر حسینی گفت: من در سال 1983 به جرم حمایت از سازمان مجاهدین خلق ایران دستگیر شدم. من در آن زمان 18 ساله بودم. خواهرم و همسر وی که از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران بودند، توسط این رژیم کشته شدند. 6 ماه را در سلول انفرادی گذرانده و شکنجه شدم. بنابراین وقتی در مورد معترضان دستگیر شده در ایران و به ویژه دختران در زندان‌ها می‌شنوم، میفهمم یعنی چه. زمانی که خمینی زنان را مجبور به پوشیدن روسری کرد، زنان مجاهد برای حقوق آنها مبارزه کردند و با قانون پوشش اجباری مخالفت کردند. من نمیخواهم در مورد بیرحمی این رژیم به شما بگویم، چرا که مطمئنم همه شما مطلع هستید که این رژیم چقدر شریر است. آنچه میخواهم به شما بگویم در مورد شجاعت زنان است. آنها با وجودی که در زندان‌ها و زیر شکنجه هستند، پیام‌های دلگرم کننده‌ای برای مردم می‌فرستند که تا زمان سرنگونی این رژیم و آزادی ایران به اعتراض خود ادامه می‌دهند.
دیروز نامه ای از گروهی از زنان زندانی سیاسی در مورد حمایتشان از انقیام را می خواندم. آنها نوشته بودند راه دیگری باقی نمانده است. این بار بیایید با فریادهای من برای قطع اعدام خیابانها را فتح کنیم. ما هم با شما هستیم. اگرچه در زندان محبوسیم، اما حمایت خود را از قیام کنندگانی که در خیابان هستند اعلام می کنیم. On 17 December, on the National Students' Day in Iran, Ali Younesi and Amir Hossein Muradi, two elite students at the Sharif University of Technology, sent a letter from prison to support the uprising and ask students to continue until the day of a free Iran. Munir Hosseini afzud, در 16 آذر در روز ملی دانشجو در ایران، دو دانشجوی نخبه از دانشگاه صنعتی شریف به نام های علی یونسی و امیر حسین مرادی با ارسال نامه از زندان به حمایت از قیام پرداختند و از دانشجویان خواستند تا روز آزادی ایران به قیام خود ادامه دهند. رژیم آنها را در آوریل 2020 بازداشت و به اتهام حمایت از سازمان مجاهدین خلق ایران به 16 سال زندان محکوم کرد. علی و امیر حسین در نامه‌شان نوشتند از پشت دیوارهای سنگین زندان اوین ما شعله های فروزان آزادی را می‌بینیم که در دل تاریک ترین شب مهر ما در حال طلوع است. آنها نامشان را با درود به انقلاب دموکراتیک مردم ایران پایان دادند. به عنوان یک زندانی سیاسی سابق از جانب خود و دوستانم در جوامع حمایت من را از شورای ملی مقاومت ایران اعلام کرده و می‌دانم که این شورا تنها بدیل این رژیم وحشی کنونی حاکم بر ایران است. این تنها مقاومتی است که در 43 سال گذشته با رژیم آخوندی به مبارزه ادامه داده و فدیه‌های بسیاری برای رسیدن به دموکراسی و آزادی در ایران تقدیم کرده است. This is the only resistance for the last 43 years who last found the mullahs and has sacrificed a lot of to bring democracy and freedom to Iran. Thank you so much.